می نویسم از غروبم، از سقوط هفت هزار سال. پیش شهریگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم. همیهنان عزیزم، نمایندگان رسانه‌های فارسی زبان، خوشحالم که فرصت دیگری فراهم شده تا سخنی با شما داشته باشم. همیهنان عزیز، شجاعت، همبستگی و تداومی که شما همیهنان به ویژه در یک ماه گذشته با وجود سرکوب شدید و قطع اینترنت در شهرها و استانهای مختلف از خود نشان داده اید، برای شخص من یادآور ایستادگی و مقاومتی است که ملت ایران در مقابل نیروهای صدام در جنگ 8 ساله از خود نشان داد. این بار البته شما با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارید که نه در بغداد که در بیت فساد و جنایتش در تهران نشسته است. امروز با شما به عنوان یک ایرانی که بیش از 4 دهه است زندگی خود را بدون هیچ گونه انگیزه شخصی وقف آزادی میهنش کرده و آرزوی جز رفاه و سربلندی ایران و ایرانی ندارد سخن میگویم. این احساس وظیفه در پاسخ به ابراز لطف و اعتماد بی‌شائبه است که شما هموطنان در این سالها نسبت به من و خانواده‌ام ابراز داشتید. در آغاز همدردی خودم را با مردم آبادان و به ویژه خانواده‌های سوگوار فاجعه متروپول ابراز می‌دارم. همچنین یادی می کنم از جان باختگان اعتراضات اخیر در چهارمحال و بختیاری، خوزستان و لرستان که جانشان را در راه حق طلبی و آزادی ایران دادند و به شهیدان سرفراز وطن در دی 96 و آبان 98 پیوستند. همیهنانم، شعارهای هوشمندانه شما در اعتراضات دلاورانه برای نجات میهن نشان می‌دهد که هم ریشه مشکل را دریافته اید و هم راه حل را می‌دانید. شما به این آگاهی و خرد جمعی رسیده اید که بیکفایتی، فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی فقط جان مردم یک شهر یا استان، یک قوم یا باور خاص را نمی گیرد، بلکه همه ایرانیان را داغدار می کند. گلوله ها و موشک های جمهوری اسلامی همه ایرانیان را نشانه می گیرد، فارغ از این که به چه زبانی حرف می زنند و چه دین و مذهب و باوری دارند یا ندارند. این را نه فقط در اعتراضات خیابانی که در فاجعه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی دیدیم، در جنایت کرونا و ممنوعیت ورود واکسن معتبر دیدیم و در فجایعی چون پلاسکو و متروپول دیدیم و میبینیم و متاسفانه هرچه این رژیم بیشتر ادامه پیدا کند بیشتر خواهیم دید. بگذارید با اطمینان بگویم که امروز نسبت به فردای پس از رفتن جمهوری اسلامی نگران نیستم، چرا که می‌بینم با وجود همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که این رژیم علیه جوانان و مردم ایران اعمال کرده، در همان داخل ایران
به اندازه کافی نیروهای میهن پرست، متخصص، مدیر و نخبه وجود دارد که بتوانند ایران را به بهترین شکل اداره کنند. آنهایی که نگران آلترناتیو برای جمهوری اسلامی هستند، آیا تصور می کنند که کشور بزرگ ایران با 85 میلیون جمعیت جایگزینی برای کسانی که شغل اول و آخرشان روزخانی است ندارند؟ حتما دارند. امروز بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی شما ملت ایران هستید که از همیشه متحدتر هستید و بدون توجه به دستبندی‌ها و گرایش‌های سیاسی چپ و راست، جمهوری خواه و مشروطه خواه، دوشا دوش هم برای آینده‌ای بهتر تلاش و مبارزه می‌کنید. شما شایسته بهترین ها هستید و به آن خواهید رسید. اما این امیدواری به آینده روشن به این معنا نیست که در حال حاضر جنبش مبارزاتی ملت ایران برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی کمبودی ندارد و مسیر پیروزی هموار است. برای نمونه، در همین اعتراضات یک ماه گذشته، نبود یک سازوکار تصمیم گیری که بتواند بین اعتراضات خیابانی، اعتصابات و فراخوان‌ها هماهنگی بیشتری ایجاد کند، همچنان مشهود بوده است. طبعاً مبارزان میدانی که در بطن اعتراضات قرار دارند، صلاحیت بیشتری را برای اتخاذ این نوع تصمیمات دارند. من از نیروهای سیاسی و مبارزاتی می‌خواهم که ایجاد یک سازوکار هماهنگ کننده اعتراضات و فراخوان‌ها را در اولویت قرار دهند. تصمیماتی که از دل چنین سازوکار مبتنی بر خرد جمعی بیرون بیاید مورد حمایت من نیز خواهد بود. حال پیامی دارم برای آن دسته از نیروهای کشوری و لشکری که اگرچه دلشان با مردم است، اما نمی توانند آن را به طور علنی اعلام کنند. شما می توانید از درون سیستم به مردم و معترضان کمک کنید. برای مثال می توانید با رعایت اصول ایمنی و امنیتی و به شکل ناشناس اطلاعات مفیدی را که به درد معترضان و مخالفان می خورد مستند و منتشر کنید. درباره شیوه های سرکوب و اسامی سرکوبگران افشاگری کنید. در ماشین سرکوب رژیم اختلال ایجاد کنید. نیروهای همسو با خودتان را که کم هم نیستند شناسایی کنید تا در زمان متناسب بتوانید پیوستن به ملت را به شکل علنی اعلام کنید. همچنین می‌خواهم با سرکوبگران رژیم اتمام حجت کنم. این رژیم رفتنی است. اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای‌اش سقوط کرد. این رژیم درمانده که از تأمین نان شب شما عاجز مانده، سرنوشت بهتری نخواهد داشت. روی اسب بازنده شرط نبندید. تصور نکنید کسی شما را نمی‌شناسد و یا بعداً با گفتن مأمور بودم و معذور می توانید از عدالت فرار کنید. تک تک جنایات شما ثبت و رسیدگی می شود. به شما هشدار می دهم که از این آخرین فرصت ها استفاده کنید و به ملت بپیوندید. و اما سخنی کوتاه با ارتشیان ایران که همیشه فدایی ملت بوده اند. همانطور که در مقابل دشمن خارجی از کشور و ملت دفاع کردید، وظیفه دارید که حافظ جان ملت در مقابل دشمن داخلی باشید. من به وطن پرستی شما باور دارم. نکته قابل توجه
در اعتراضات یک ماه گذشته این بوده که لور و بختیاری، عرب و فارس دوشادوش هم ایستادند و خشم و انزجارشان از دشمن مشترک را فریاد زدند. در همین ارتباط از سران و بزرگان ایلات و عشایر و طوایف ایران، از لور و بختیاری و کرد و بلوچ تا عرب و قشقایی و ترک و ترکمن، می خواهم تا در پشتیبانی از مردمی که شجاعانه به خیابانها می آیند پیام اتحاد و همبستگی ببندید. و در پایان سخنی با ایرانیان خارج از کشور. ما ایرانیان جز یکدیگر یار و یاوری نداریم. این روزها هممیهنانمان در ایران برای داشتن حداقل‌های زندگی سختی می‌کشند و به خطر انداختن جانشان علیه این فرقه تبهکار به پا خواستند. در چنین شرایطی وظیفه ما در خارج از کشور است که نه فقط با قلب و زبان بلکه در عمل هم در کنارشان باشیم. در همین راستا کارهایی هست که می توانیم انجام دهیم. یک، در شبکه‌های اجتماعی صدای ملت ایران را به زبان‌های دیگر بازتاب دهید. تصاویر و ویدئوهای اعتراضات را به زبان کشور محل اقامتتان زیرنویس کنید و به اشتراک بگذارید. دو، به رسانه‌ها و همینطور مقامات کشور محل زندگیتان، از اعضای دولت تا قانونگذاران ایمیل و تلفن بزنید و از خواست ملت ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی آگاهشان کنید. از آنها بخواهید که از اعتراضات مردمی در ایران پشتیبانی کنند. سه، با رعایت قانون و احترام و به شیوه های مستند و مبتنی بر حقیقت، عوامل و مدافعان رژیم در خارج از کشور را رسوا کنید. اجازه ندهید روایت های دروغ مدافعان رژیم به روایت غالب درباره ایران تبدیل شود. چهار، در حد توانتان از معترضان و زندانیان سیاسی و خانواده های جانباختگان اعتراضات پشتیبانی مالی کنید. حتی یک مبلغ کم می تواند در زندگی آنها اثر بزرگی داشته باشد. پنج، امروز خانواده‌ای در ایران نیست که جمهوری اسلامی عزیزی را از آن نگرفته باشد. غم و درد از دست دادن عزیز جانکاه است. می دانم. در همین ارتباط از حقوقدانان و مددکاران اجتماعی می خواهم که به خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی یاری برسانند. شش، در همبستگی با اعتراضات ملت ایران تجمعات اعتراضی و برنامه هایی را برپا کنید. به ویژه از شما هنرمندان می خواهم که با هنرتان صدای ملت ایران باشید و در تشکیل این تجمعات نقش ایفا کنید. از همه افراد و گروه های مرجع و مورد اعتماد در جامعه ایرانیان خارج از کشور نیز دعوت می کنم که فارغ از هر باور سیاسی که دارید برای نجات ایران به صحنه بیایید. اتحاد امروز ما ضامن آزادی فردای ماست. پاینده ایران. حالا نوبت پرسش و پاسخ با خبرنگاران. ممنون میشم اگر فقط یک سوال رو مطرح کنین. سوال اول رو آقای کامبیز توانا از بخش فارسی صدای آمریکا میپرسن. خیلی متشکرم. شاهزاده، شما بیشترم در زمانی که
جنبش‌های اعتراضی به هر شکلی در ایران روی داده، چه به نظر شخصی چه در شبکه اجتماعی نظر خودتون گفته بودین، ولی این بار و صحبتی که داشتین هم دقیق‌تر بود و هم مؤثرتر و هم جزئی‌تر. چه تفاوتی در این اعتراضهای فعلی با اعتراضهای قبلی می‌بینین که پیشتر شاهد نبودین و فکر میکنین که پیام اصلی شما خطاب به چه کسانی است و چه پیامی رو باید از شما دریافت کنن؟ سپاسگزارم. عامل اصلیش خود مردم ایران هستن. امروز بدون شک در مقایسه با تمام سالهای گذشته میبینیم که میزان آمادگی و در آن واحد میزان درماندگی تا اون حدی است که دیگر کارت به استخون رسیده و این جنبش ها روز به روز خیلی فراگیرتر و در سطح مملکت داره اجرا میشه. هرچقدر بیشتر طبعا این حرکت ها در درون بیشتر پیش بره، طبیعتا تنظیم کردن، هماهنگ کردن کار دقیقتر و جدیتری خواهد شد. این ارتباط مستقیم داره با یکدیگر. همطور که در گفتم اشاره کردم، واقعا یکی از مهمترین نکات ایجاد یه مکانیزم هماهنگی است. چون من به روز که مدام در ارتباط هستم با دوستانی که فعال هستن در داخل مملکت، به خصوص رهبران مدنی و میدانی، این عدم هماهنگی رو کاملا میبینیم و توانش رو دارن اگر این مکانیزم به وجود بیاد بر مبنای همون خرد جمعی که اشاره کردم، تصمیمات استراتژیکی و بر اساس اون فراخوان‌های تاکتیکی در ارتباط با تمام همایش‌هایی که در داخل ایران قرار انجام بگیره، این هماهنگی به وجود بیاد. و البته انعکاس رسانه‌ایش هم خیلی مهمه. همطور که دوستان میدونید، مسئله اینترنت همچنان یک معضلی است و در نبود بعضی وقتا ارتباطات اینترنتی، حداقل شبکه‌های ماهواره‌ای میتونن این سری اطلاعات رو به شکل دو طرفه به همیهنانمون برسونن و این یه همکاری هم ضمناً نیاز داره با تمام رسانه‌هایی که این امکان در اختیارشون هست. این مکانیزم هماهنگی بسیاری از این سوالات و یا محدودیت‌ها رو رفع خواهد کرد. و همطور که قبلا گفتم، به محض که این اتفاق بیفته، مطمئن باشند که حمایت من رو هم خواهند داشت. خبرنگار من و تو در اینجا حضور نداره و من سوال ارسالی این شبکه رو میخونم. شاهزاده، در سخنرانی امروز برای اولین بار بود که راهکارهای خیلی مشخصی ارائه دادید. آیا ما می توانیم در ماه‌های آینده رویکرد و عملکرد جدیدی رو از شما انتظار داشته باشیم؟ همطور که اشاره کردم، تصمیماتی که چه چیزی دقیقاً باسی انجام بشه به دست کسانی هستن که بهترین موقعیت رو دارن در تشخیص آنچه که ضرورت و لزوم دارد در ارتباط با هر گونه اقدام یا عملکرد در درون کشور. آن چیزی که به من برمیگرده، به مفهوم خواسته یا درخواست یا پیامی که قرار داده بشه که من سهم خود را در انعکاس اون میتونم داشته باشم، قطعا انجام خواهم داد. منتهی نمیتونه بدون اون مبنای تصمیم گیری اون دوستان باشه. از فاصله دور ما نمیتونیم برای داخل ایران تصمیم بگیریم. اونهایی که در داخل هستن بهترین تشخیص رو دارن، ولی با ماست که بیشترین انعکاس و کمک به اون هماهنگی رو ایجاد بکنیم که مطمئنا من این کار رو به سهم خودم انجام خواهم داد. مرسی. سوال بعدی رو خانم سمیرا قرایی از شبکه ایران اینترنشنال میپرسن. ایرانی‌های خارج از ایران، ارتشی‌ها، نیروهای مبارز داخلی، چه تحلیلی دارید از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی که شما رو بر اون داشته که الان این گروه‌های وسیع رو، این جمعیت رو خطاب قرار بدید؟ و بعد در پاسختون به صدای آمریکا به مکانیزم هماهنگی اشاره کردید، چه راهکارهای شما دارید، راهکارهای عملی برای اینکه اون مکانیزم هماهنگی رو بین حالا نیروهای مبارز بخواین ایجاد بکنید؟ متشکرم. خب ببینید، یاد بینوایان و ویکتور هوگو میفتم. یعنی واقعا شرایط ایران از نظر گرسنگی که دیگه خط آخرین به اصطلاح کاردیست که با استخون میخوره، وضعیتیست که الان در داخل ایران هست و نظام کاملا عاجزه در مقابل اینکه اصلا نون شب مردم رو تأمین بکنه و پاسخی براش نداره. تا چه حد این وضعیت میتونه ادامه داشته باشه؟ اما مهمترین
تمام راهنمایی ها و رهنمود هایی که کارشناسانی که در هر کدوم از این بخش ها میتونن نظر مفیدی بدن مطرح هست و کلن تمام این هماهنگی و تقسیم کار یک پیام کلانی رو در ارتباط با آنچه که در ایران میتونه اتفاق بیفته باید پیش بینی کرد، از حالا باید براش برنامه ریزی کرد، تمام این شرایط رو میتونه پیش بینی کنه و در آن واحد برای آماده شدنش بیشتر نظر بده. ببینید این پیشرفت بستگی مستقیم به میزان حرکت ها در درون کشور داره طبیعتا، و آنچه که من همیشه احساس کردم یکی از سوالات کلیدی است که هممیهنان بارها و بارها از من پرسیدن و میپرسند این هستش که آینده چه خواهد شد. خب یه مقدار زیادی بستگی به نقش خودشون داره، ولی در ضمن نیاز به رهبری هم هست. منتها این رهبری به شکل سابق نیست که یک کسی نشسته باشه در رأس هرمی و تمام تصمیمات رو بخواد برای جامعه بگیره یا تمام دایرکتیو ها رو به جامعه بده. نه، من چنین آینده‌ای رو متصور نیستم در آینده کشور. بنابراین باستی حد اکثر نیروهای مختلف که هر کدوم از این جنبه ها رو میتونن به اجرا بگذارن رو براشون شرایطی فراهم بکنیم که بتونن این رو با همیهنانشون به اصطلاح به اشتراک بگذارن و برنامه ریزی بکنن. مدیریت دوران گذار مسئله بسیار مهمی است. این رو قبلا بارها صحبتم رو شنیدین در این مورد که این انتقال قدرت به چه شکلی باسی انجام بشه و چه نیروهایی باز در کار باشن، مردم چجوری میتونن انتخابات برگزار بکنن برای فرض کنید تشکیل مجلس مؤسسان و مسئله‌ای که در ارتباط با تعیین آینده سیاسی کشور هست و این دغدغه نیروهای سیاسی و اپوزیسیون ایران همیشه بوده و هست و خواهد بود. ولی در آن واحد من فکر کنم که خیلی چیزا برمیگرده به این که مشارکت مردم در آینده سیاسی کشورشون یه سری وسایلی رو نیازمنده، مهمترینش تشکیل احزاب هستش. این مسئله من بارها بهش اشاره کردم. این به مفهومی نیست که اکنون میتونید در ایران آزادانه حزب تشکیل بدین، خیر، ولی فکرش رو میتونین بکنین، برنامه ریزیش رو میتونین بکنین. چرا که ما تمام این زحمات رو واسه این میکشیم که یک روزی در آینده بتونیم انتخاباتی برای تشکیل دولت‌های آینده فراهم بکنیم. اگه نیروهای سیاسی و رهبران سیاسی خودشون رو از حالا آماده نکنن برای که اون نقش رو در آینده بازی بکنن، باز راه ما نصف کاره باقی میمونه. بنابراین همه این نگرش‌ها، پیش‌بینی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها یک کاری است که در حال حاضر خیلی‌ها مشغول هستن و به سهم خودم در ارتباط با هر کدوم از این دسته‌ها هستن. مسئله دیگری که به طور مثال در اینجا جا داره بهش اشاره بکنم، در واقع فراهم کردن یک نیروی متخصص و کارشناس هست برای تمام مسئله که کشورمون حداقل بگیم در نیم قرن آینده باهاش مواجه خواهد بود. به طور مثال یکی از بزرگترین معضلات که در پیش هست مسئله بحران آب هست در ایران. ما اصلا آب نداشته باشیم هیچی دیگه نداریم. آینده ایران بستگی مستقیم داره به این. بسیاری از صنایع مثل توریسم که فکر کنم یکی از بیشترین منابع درآمد برای ایران میتونه باشه و سرمایه گذاری که ایجاد کار و این چیزا هم خواهد کرد، اگه آب نداشته باشیم اون هم از بین رفته. تمام تکنولوژی جدید از نیروهای خورشیدی بگیرید، یک جایی مثل کویر لوت که نه تنها برای ایران میتونه برق مجانی به کل کشور برسونه بلکه حتی صادر بکنه و تکنولوژیش هم موجود هست، از حالا کارشناسانی هستن که دارن رو مسائل کار میکنن. وقتی میگم آینده ایران رو روشن میبینم به خاطره که تمام این امکانات رو و شرایط رو میبینم که بتونه به وقوع بیاد، ولی اینا باید برنامه ریزی بشه. این برنامه ریزی هم دوستان یک مرکز خاصی نیست که همه چیز رو میتونه تصمیم بگیره. بنابراین برمیگردم به اون نکته آغازینم در پاسخ به سوالتون. تمام این چیزها بستگی داره که چگونه ما بتونیم بهترین مدیریت را در جمع‌آوری این نیروها و ارائه طریقها فراهم بکنیم که در هر قدمی که برمیداریم جامعه ایران بتونه آگاهی کامل داشته باشه به این داده ها و با اتکای این آینده خودشون رو بهتر درک بکنن و بنابراین بر اون اساس قدم های لازم رو در اون جهت بتونن بردارن. خبرنگار کیهان لندن اینجا حضور ندارم و من سوال ارسالی آنها رو میخونم. آیا فکر میکنید وقتی جامعه بر اساس تجربه سنگین
چنین اقبالی به دستاوردهای قبل از انقلاب و پهلوی ها برای ساختن آینده دارند، همچنان باید برای اتحاد با جریانات و افرادی تلاش کرد که نه با انقلاب ارتجایی 57 بلکه فقط با معلول آن، یعنی جمهوری اسلامی، مخالفند. ببینید، من بذارید حرفی که بارها بارها روش تاکید کردم بار دیگر در این جلسه با دوستان و با همیهنان در میون بگذارم. ببینید، از دید من ما دو دسته افراد داریم. دسته اول افرادی هستند که جزی از مشکل هستند و همچنان مزاحم پیشرفت و سد راه یک اتحاد و همبستگی. دسته دوم تمام اونهایی هستند که میخواهند راهی حلی جزی از راه حل باشند و اکنون حاضر به همکاری با هم هستند، صرف نظر از اینکه در گذشته با هم اختلاف نظر داشتن. من در پیمان نوین دست همکاری رو به تمام نیروهای سیاسی ایران که آزادی خواه و دموکراسی خواه هستن دراز کردم، حتی کسانی که با شخص من مخالف هستن. چرا؟ برای اینکه ما بخوایم بر اساس یک اتحاد ملی به یک آینده مشترک که همه در زینف هستیم برسیم. ما امروز نمیتونیم جامعه ایران رو همطور که نظام همیشه سعی کرده اتمیزه بکنه و از هم جدا بکنه و به جون هم بندازه، آینده سیاسیمون رو با به جون هم افتادن به دست بیاریم. ما امروز باید یک صدا باشیم و مدافع حقوق یکدیگر، برای که در اون آینده بتونیم اختلاف نظر با هم داشته باشیم ولی بتونیم زیر یک سقف زندگی بکنیم. فراموش نکنید مخالف بودن به مفهوم دشمن بودن نیست. شما میتونید مخالف نظر باشید ولی دشمن من نیستید. دشمن اون کسی است که میخواد این حق مشترک رو از من و شما بگیره. سوال بعدی رو آقای خشایار جنیدی از بخش فارسی بی بی سی میپرسن. خارج از کشور دارند. خود شما سالهاست دیدیم که با نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه در کنگره آمریکا دائم صحبت میکنید، بهشون مشورت میدید، نظرشون رو میپرسید. اما به غیر از آمریکا، به عنوان فردی که شناخته شده هست و تاثیرگذار هست، احیانا با کشورهای همسایه ایران و کشورهایی که در تحولات اخیر منطقه تاثیرگذار هستند، آیا با اونها هم صحبتهایی داشتید و نظراتتون رو منعکس کردین؟ بله، در طول تمام این سالها با تعداد بیشماری از نمایندگان دولتی و مجالس کشورهای مختلف، نه فقط امریکا، بارها جلسه و دیدار داشتم و حتی بعضی احزاب سیاسی در اروپا، چه در آلمان، چه در فرانسه، چه در انگلیس و البته بسیاری از کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس خودمون. اتفاقا از این لحاظ مسئله مهم هست در ارتباط با همسایگانمون، برای اینکه آینده مشترکی داریم و دغدغه های مشترکی داریم. همین بحران آب به طور مثال که میگفتم، مسئله نیست که فقط محدود به ایران باشه، در همسایگیمون، در عراق، در یمن، در کشورهای منطقه که واقعا آب یکی از مسائل بسیار کلیدی است، خیلی دیدگاه های همسو و منافع مشترکی داریم و خیلی فراتر از اون منافع اقتصادی مشترک داریم، منافع سوق الجیشی و امنیتی مشترک داریم و این یک لازمه یک همجواری و رابطه حسنه داره که متاسفانه عملکرد این نظام که از روز اول با عناد و با ایجاد بحران و تنش‌های منطقه‌ای شرایط وخیمی رو ایجاد کرده، مطمئن باشید که هیچ کدوم از همسایگان ما امروز دل خوشی از این حکومت ندارن، کوچکترین اعتمادی رو هم بهش ندارن. ولی وقتی که امروز می‌بینن که مردم ایران به این مرحله از اعتراض رسیدن، ذهنشون داره آماده میشه برای یک آینده متفاوت از جمهوری اسلامی. خب در اینجاست که ما بایستی حد اکثر بهره برداری ممکن رو از نظر ارتباطات بین المللی به دست بیاریم که اون کشورهایی که حاضر هستن اکنون پاسخ مثبتی به خواست مردم ایران بدهن رو بیشتر باشون همراه بکنیم. من مسئله رو در خاتمه بگم که همیشه به این شخصیت‌های سیاسی گفتم شما فکر نکنید که من اینجا اومدم از شما التماسی بکنم، بلکه فرض رو برای این نمیگذارم که شما قراره به ما کمکی بکنید. فرض رو برای این میذارم که ما دستمون فقط بر اساس
آنچه که مردم ایران میتونن انجام بدن محاسبه میکنم. ولی همیشه گفتم با کمک کردن به ما هزینه تغییر و آزادی رو برای ما مردم ایران کمتر میکنید، ضمن این که به نفع خودتون خواهد بود که یک کشوری داشته باشید در اون منطقه که ثبات ایجاد بکنه، امنیت ایجاد بکنه، رابطه حسنه به وجود بیاره، ضد یهود و ضد عرب نباشه و با دنیا یک رابطه متعارف داشته باشه بر مبنای احترام متقابل و استقلالی که میتونیم به دست بیاریم. مبنای اصلی اونجاست. اونهایی که امروز جواب مثبت به مردم ایران ندن، فردا ته صف قرار میگیرن. محاسبه ساده است. این رو لازم نیست من بگم، خود مردم ایران مشخص خواهند کرد. وقتی که مردم ایران شعار میدن مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، واسه چیه؟ وقتی که میدونن که دروغ میگن، امریکاست دشمن ما همینجاست، یعنی چی؟ مردم این رو فهمیدن. مهم اینه که دنیا نیز امروز این رو بیاد بفهمه. و اینجاست که باز برمیگردیم به وظیفه و رسالتی که ایرانی های خارج از کشور دارن که این پیام رو منتقل بکنن به نمایندگان هر دولت و کشوری که درش ساکن هستن. و به خصوص آینده ایران در جایی که اخیراً ما دیدیم که این بحرانی که در اوکراین هست چقدر باعث به حال تاثیرگذار هست در اقتصاد جهانی. شما امروز می‌بینید قیمت بنزین اینجا بخوایم بریم بنزین می‌زنیم چقدر زیاد شده. به حال اینا همش به هم مرتبطه. ولی در آن واحد کشوری مثل ایران که از نظر منابع طبیعی، از نظر گاز میتونه به طور مثال انرژی اروپا رو برای مدت مدیدی تامین بکنه، دیگه اون حالت مونوپولی و بلکمیلی که پوتین داره در مقابل اروپا نخواهد داشت. از اون ور دنیا میتونه با یک رژیمی که باشون واقعا میتونه بر مبنای اعتقاد و باور و نه دروغ و نه رسوایی با یه حقیقتی روبرو باشه سر و کار داشته باشه. دیگران ما شما حسابشو بکنید، یه جایی میبینید که این کشوری که درش هستیم داره اسلحه میفرسته برای اوکراین در مقابله با روسیه، از اون ور جمهوری اسلامی واسطه ایست برای ورود اسلحه برای تامین کردن ارتش روسیه بر ضد اوکراین، همین دولت که میخواد اوکراین کمک بکنه در مقابل روسیه میخواد از خود پوتین در مذاکره هسته ای ایران کمک بگیره. کجا این با عقل جور در میاد؟ شرایط خیلی مشخصی نیست. تمام اینا بستگی داره به اینکه وضعیت سیاسی در ایران عوض بشه. تمام معادلات و تمام محاسبات بر مبنای اون عوض میشه. حال اون دیگه با خود ما مردم ایران هست که این رو در عمل و در گفتار و در عمل کردمون ثابت بکنید که بدونن مردم ایران نمایندگی واقعی امروز ندارن در کشورشون. کسانی که ایران رو غصب کردن هیچ وقت دلسوز و نماینده مردم ایران نبودن. اصلا ملت ایران رو قبول ندارن، امت رو قبول دارن. ملت ایران منتها ملتی هستن با یک فرهنگ، با یک تاریخ، با یک تمدن، با یک هویت. و ضمناً باز بگم در تجربیات به دست اومده این 40 سال واقعا از یک صافی عبور کردن که بسیار خردمندتر، هوشمندانه تر و با تجربه بیشتر پیش میرن. و بزرگترین توهین به مردم ایران این هستش که جوامع دموکراتیک زیر سوال ببرن که آیا مردم ایران اصلا توان اجرای دموکراسی رو در کشور خودشون دارن یا نه. ما میتونیم این ایراد رو بهشون بگیریم، ولی ضمانت اجراییش نه با امریکاست، نه با اسرائیل، نه با روسیه، نه با فرانسه، نه با هیچ کشور دیگر، با خودمون هست. پس موقعی ما میتونیم محکمترین حرف رو به دنیا بگذاریم که خودمون ثابت کرده باشیم در درجه اول به خودمون که قابلیت این کار رو داریم، اون موقع با دست بسیار پرتری میشه وارد مذاکره با دنیا شد. اکنون که مردم ایران به شکل بی‌سابقه‌ای چنین اتحادی رو از خودشون نشون میدن، این پاسخی است به اونهایی که میگن که جمهوری اسلامی راست میگه که اگه ما بدیم ایران سوریه میشه و این حرفا. نه، برای که الان شعار مشترکه. مرحله بعدی این هستش که بدونن در پاسخ به پر کردن خلأ سیاسی هستن نیروهای کارآمد سیاسی در داخل در خارج که شامل حال جریانات اپوزیسیون هم میشه که میتونن عهده‌دار این کار بشن. این تکلیف شب خودمون هست. بر مبنای تمام این واقعیت هاست دوستان که من نوعی میتوانم
در رابطه هایی که در سال شما مشهود هست اون پیامی رو منتقل بکنم که نه تنها خواست هممیهنانمون هست بلکه لوازمیست بلکه بهتر بتونن به اهدافشون برسن. چون به هر حال ما برای چای خوردن که نمیخوایم بریم فلان مجلس و فلان پارلمان و فلان حزب، ازشون انتظار داریم که به عنوان سیاستگزاران تصمیماتی بگیرن که تأثیر میذاره در آنچه که کمک میکنه به مردم ایران، و در این معادله کمک کردن به مردم ایران یعنی کمک نکردن به نظام جمهوری اسلامی. بنابراین هر سیاستی که دنیا داشته باشه که تأثیر اون سیاست بیشتر کمک به نظام جمهوری اسلامی و بقاش باشه تا نجات مردم ایران، از دید ما سیاست غلطی است. مگر که بیان بگن که چشمتون کور منافع ما اینه، در اون صورت میگن خب بسیار خوب، ولی یادتون نمیره که شما به خاطر منافع خودتون حاضرین از این ملتی که در حد گشنگی به خیابون اومده و اینطور دارن سرکوب میشن نادیده میگیرید. پس برای ما انقدر شعار حقوق بشری و دموکراسی ندید، چون در واقع اگه فقط برای خودتون میخواین برای ما رو داخل آدم حساب نمیکنید، این رابطه حسنه و مبنای حسن روابط نمیتونه در آینده باشه. اون دیگه جوابش با خودتونه که چه جوابی به مردم ایران خواهید داد. و این پیام همیشگی من بوده به سران ممالک خارجی و دولت مردانشون. خبرنگار دویچه وله اینجا نیستم و من سوال این شبکه رو میخونم. تاریخ نشان داده که فجایعی مانند متروپول در آبادان که اکثریت جامعه ایران را متاثر کرده میتواند گروه‌های مختلف اجتماعی را به هم نزدیک کند. از نظر شما این فاجعه تا چه اندازه میتواند زمینه اتحاد و همگرایی بیشتر میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی را فراهم کند و شما چقدر و چگونه از این ظرفیت احتمالی استفاده خواهید کرد؟ ببینید این اتفاق افتاده، یعنی تمام شواهدی که هر روز خبرش از ایران میرسه، در تمام این اعتراضاتی که دیدیم، در تمام این پیام‌های همبستگی که میشنویم، در تمام این فراخوان‌هایی که داده میشه، این اتفاق در حال اجرا در داخل ایران هست. تمام هدف ما اینه که چگونه ما میتونیم به این نهضت و به این جنبش و به این حرکت مردم ایران کمک برسونیم، چه کارهایی باسی انجام بگیره، چه جوری دستشون رو بیشتر میتونیم تقویت بکنیم، چه جوری میتونیم بیشتر کمک رسانی بکنیم، چگونه میتونیم بیشتر اطلاع رسانی بکنیم، کجا هستش که میتونیم راهنمایی های سازنده و مفید در نحوه برخوردشون در کارهای تاکتیکی و اجرایی بدیم، چه نوع همکاری هایی رو از درون خود این سیستم از بعضی عواملش میتونیم در کمک به مردم همطور که در سخن اولیام اشاره کردم به دست بیاریم. تمام اینها فاکتورهایی است که زمینه رو و در ضمن اینجور بگم انگیزه قدم بیشتری برداشتن رو برای همگان فراهم میکنه، چه در داخل چه در خارج. بنابراین این رابطه مستقیم هست با میزان مشارکت و علاقمندی و توان و حرکت با پیشرفت کار در درون کشور. بدون شک همیانانمون در داخل باست بدونن که صداشون شنیده میشه، تنها نیستن، به فکرشون هستیم، راه چاره‌جویی رو سراغ گرفتیم از هر متخصصی که داریم. ولی همطور که در پیامم گفتم مسئله فقط اظهار علاقه و قلب نیست، در عمل باست این رو انجام بدیم و نشون بدیم. باز برمیگردم به اون نکته اولم در تقسیم کار، که هر کدوم از این جریانات از نظر مدیریت، از نظر تخصص، از نظر تبلیغات، از نظر تکنیک‌ها و تاکتیک‌های نافرمانی مدنی و خیلی چیزهای دیگر هستن، متباس هماهنگ بشه. و باز تکرار میکنم چون مهمترین نکته از دید من حرفای من امروز با شما همیانانم هست، پدیدار شدن یک مکانیزم هماهنگی به منظور بهتر هماهنگ کردن حرکت‌ها و انتظاراتی که جامعه دارن از نظر راهبری و فراخوان‌هایی که بایستی در آینده در انتظارش باشیم. هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفته زودتر پاسخ این خواسته رو که به شکل بسیار بارزی هر روز از داخل ایران شنیده میشه رو خواهیم تونست بدیم. سوال بعدی رو خانم کاملیا انتخابی فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی میپرسن. سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. والا حضرت میدونن مستحضر هستن که در ایران محبوبیت خیلی زیادی دارن و در اغلب تجمعات
اسم جناب شما رو و خانواده پهلوی رو مردم میارن، چه دلیلی وجود داشته که در 40 و چند سال گذشته به فکر ایجاد یک تشکل منسجم سیاسی از گروه های مختلف بر ضد نظام جمهوری اسلامی نبودید که بتونید از این محبوبیت استفاده بکنید؟ و همینطور راهکارهایی رو که فرمودید به نظر من اینطور رسید که بیشتر برای مردم ایران بوده که ازش بهره ببرن. اما در مورد کشورهای خارجی چطور؟ چه راهکارهای موثری رو شما میتونید پیشنهاد بکنید که اون کشورها هم بتونن جنبش مردم ایران و جنبش سرنگونی نظام فعلی رو به رسمیت بشناسن و از اون حمایت بکنن؟ من میخوام بپرسم که فکر می‌کنید سال آینده ایران چه وضعیتی خواهد داشت؟ سپاسگزارم. ببینید، مهمترین مسئله‌ای که از دید خودم این اعتبار و اعتمادی که نسبت به من هست در میان هم‌میهنانم، میخوام به مصرف حمایت از خواسته اونها، رساندن صدایشان و تقویت نیروهاشون انجام بدم، نه اینکه بخوام براشون نسخه بپیچم یا رهبر سیاسی بخوام باشم به عنوان کسانی که به هر حال دنبال یک حکومت و قدرتی هستن. این نه رسالت من هست، نه همچین ادعایی رو یا خواسته رو دارم، ولی در ارتباط با ایجاد هماهنگی بیشتر، این تلاش رو سالهاست که انجام دادن، در ارتباط با اپوزیسیون که البته اپوزیسیون قدیم شرایط خیلی فرق داشت، من اصلا تعریفم از اپوزیسیون یه چیز دیگری است این روزها، همونطور که قبلا گفتم اپوزیسیون واقعی خود مردم ایران هستن الان در درون. اون گروه بندی های سابق و اون موزگیری های ایدئولوژیک فکر نمی کنم که امروز دغدغه اولیه و اصلی مردم ایران باشه. بنابراین اتحاد نیروهای ملی و مردمی مهمتر از اتحاد اپوزیسیون هست، برای که اپوزیسیونی که تاکنون نتونسته باشه متحد بشه اصلا به درد ایران نمیخوره. اون اپوزیسیونی به درد میخوره که امروز بدونه برای که فردا با هم رقابت سیاسی داشته باشن باید یه بستر مشترکی رو اول فراهم بکنن، یک نظام سیاسی رو به وجود بیارن، یه حاکمیت مردمی رو به وجود بیارن، یه حکومت قانونی وجود داشته باشه که در لوای اون بتوانن اون وقت رقابت‌های سیاسی خودشون انجام بدن. وگرنه هر کی بخواد ساز خودش رو بزنه و خواسته خودش رو با یک تمامیت‌خواهی جستجو بکنه، هرگز به نتیجه نخواهد رسید و خیلی بیشتر کارشکنی می‌کنن در هدفی که مردم ایران دارن تا اینکه سازنده و مفید باشن. تمام این سفارش‌ها، تمام این صحبت‌ها رو من در طول سال‌ها داشتم، به خصوص در این یکی دو سال اخیر که خب خیلی شرایط عوض شده، به این حد میخوام بگم که بسیاری از کسانی که در آینده ایران در صحنه مدیریت اداری و سیاسی کشور خواهند بود، بخش عمده ایش هم اکنون در ایران هستن، خیلی هاشون هم در داخل سیستم هستن، دلشون با این نظام نیست، اعتقادات ایدئولوژیکی با این نظام ندارن، ولی به این نتیجه رسیدن که این نظام جوابگو نیست. اصلاح طلبان دیروز امروز دیگه دنبال اصلاح نظام نیستن، ولی باستی بتونن به صف مبارزین سکولار دموکرات بپیوندن. هیچ کسی رو که امروز بخواد آینده بهتری رو جستجو بکنه نبایستی جدا بکنیم و بگذاریم از قافله عقب بیفتن. تنها کسانی پاسخگو هستن به مردم ایران که شریک جرم این نظام هستن و در ادامه این جنایت نظام دست مستقیم داشته باشن، چه نظامی چه سیاسی، و اینجاست که جوابگوی مردم خواهم بود. اما مبنای دعوت ما همیشه همبستگی ملی بوده، آشتی ملی بوده، همکاری بوده، و ما برای اینکه به آینده بهتری برسیم خیلی چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده رو نباید مبنای مخالفت و دشمنی با هم قرار بدیم. برای اینکه تمام این جوانایی که امروز جونشون رو در خیابون دارن میدن، دغدغه اصلیشون این نیست که 40 سال پیش یا 50 سال پیش یا 60 سال پیش کدوم جریان سیاسی کدوم مخالفتی رو با جریان دیگری داشت. این نون شبشون نیست. این شکمشون امروز پر نمیکنه. این راه حلی برای آینده براشون ارائه نمیده. ولی اگر بدانند که تمام مدعیان سیاسی یا رهبری دلسوز واقعی جامعه هستند و قبل از منافع خودشون یا حزبشون یا جریان فکریشون به فکر منافع مشترک ملی هستند، در عینک قضاوت مردم ایران امتحان خودشون رو پس خواهند داد و یا دادند. این لازم نیست من این رو به شما بگم، این رو همه میدانن. برای همین بهتون گفتم من یک ثانیه وقت خودم رو تلف نمی کنم با اون دسته از افرادی که همچنان جزئی از مشکل هستند.
تمام وقتم رو با اونهایی دارم میگذارم که میخوان امروز جزوی از راه حل باشن. حتی کسانی که در پاسخ به سوال کیهان که دیروز بر فرض انقلابی بودن، همه حق دارن نظر خودشون رو عوض بکنن. شما حق دارین نظر خودتون عوض کنین، من حق دارم نظر خودم عوض بکنم. این جزء اولین اصول آزادی و حقوق بشری است. منتها میگم این آزادیی که جستجو میکنیم در گروی این هست که امروز ماکسیموم پتانسیل مردم ایران رو سراغ بگیریم. این نمیتونه مبنایی بجز از یک صدایی و همکاری داشته باشه. برنده برنده سناریویی است که حد اکثر جامعه رو در این روند شریک و همسو بکنیم. همه یک صدا نخواهند شد. هیچ وقت 100% جامعه متحد نخواهد بود. هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاده. ولی من باور دارم و مطمئن هستم که آنچه که امروز در ایران میگذره، آنچه که خواسته مشترک بیان شده مردم ایران هست، یه خواسته حد اکثری است. بنابراین دلیلی نمیبینم که این راه حل موفق نشه. تنها مقاومت از اونهایی هستن که تا لحظه آخر میخوان بچسبن به این سکو قدرت و تعدادشون هم روز به روز داره محدودتر میشه. یعنی فکر میکنم یکی از دلایلی که ما امروز میبینیم عامل ترس علارغم سرکوب علارغم کشتار در ایران در مقایسه با 98 یا 96 یا سالهای قبل خیلی کمتر شده، تشخیص خود جامعه است که این نظام خودش رو باخته، هیچ پاسخ دیگه نداره، هیچ عاملی نمیتونه باقی بمونه که همچنان به چشم خودش بتونه اون جماعت رو، اون جنایت رو به یه مادر، به یک جوان انجام بده. به خاطر چی؟ به خاطر حفظ یک نظام فاسد. تا کی میتونه این مسئله ادامه داشته باشه؟ منتها تمام این چیزا برمیگرده نه به حرف بنده، نه به عکس العمل دیگران، بلکه به همتی که مردم ایران دارن نشون میدن هر روز. و این رو ما نمیتونیم بی جواب باقی بگذاریم. به همین دلیل میگم هر کدوم سهمی داریم در این مبارزه و من همیشه سعی کردم که سهم خودم رو در تمام این سالها ادا بکنم، در صدای هموطنانم بودن، در ایجاد و پیشنهاد و در واقع توصیه هرچه بیشتر همکاری با نشست و برخاست با تمام جریانات مختلف سیاسی و مدنی کشور و از همه مهمتر خیلی بیشتر گوش بدم به حرف مردم تا به مردم حرفی بزنم. من هرچی که میگم بر مبنای درکیست، ممکنه درکم غلط باشه، ولی درکیست که از خواست همیهنانم دارم، به خصوص نسل جوان امروز کشور، برای اینکه آینده رو این نسل قراره به ارث ببره. از سن ماها دیگه گذشته، ولی این مشعل رو بس بتونیم تحویل نسل بعدی بدیم. مشعلی که من سعی کردم حداقل 40 سال زنده نگه دارم تا امروز نسل امروز بی پناه و بی هدف و بی آینده باقی نمونه. ولی آخرش همین جوان ها هستن که موفق خواهند بود، همین جوان ها هستن که مملکت رو تحویل خواهند گرفت، همین جوان ها هستن که ایران فردا رو اداره خواهند کرد. فقط بایستی بدونن که تنها نیستن، امید داشته باشند که این آینده به دست آوردنش حتمی است، البته حق گرفتنی است و هیچ وقت داده نمیشه، ولی بدونن که هزینه که دارن میپردازن ارزش داره و بی نتیجه نخواهد بود. خیلی ممنونم از حضورتون. به امید آزادی ایران پاینده باشید. سپاس از همگی. ممنون. شبونه اینو همه میدونه
برای دشمن یه خشمی امونه. هم خونی سیاه بوشم از جامع سفیدانم هر جامع نمی پوشم از جامع سفیدانم هر جامع نمی پوشم هم ساری عوستاریم هم آتشی زردوشم هم ساری عوستاریم هم آتشی زردوشم. یک چند به کودکی به استاد شدی، یک چند ز استادی خود شاد شدی. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، پایان سخن شنو که ما را چه رسید. آیین اوستا همه جا بال کشید، آیین اوستا همه جا بال کشید. به دستش مشعل آتش زرتشت، به دست دیگرش کتاب اوستاست. برتولومی در فرانسه اینو می‌سازد.